سخنگوی سپاه پاسداران که اظهارات او درباره مرتبط کردن عملیات طوفان لغسا با گرفتن انتقام قاسم کتله جنجال برانگیز شده بود از موضع خود عقب نشینی کرد و گفت از سخنانش سوی برداشت شده به گزارش سایت سپاه نیوز رمزان شریف گفت همان گونه که رهبران گروه های نیابتی برشمردند توهین به مسجد لغسا و از بین بردن مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین از جمله علل و انگیزه های عملیات کاملا فلسطینی اونهاست. سخنگوی سپاه افسود که بدون شک بخش از پیروزی بزرگ تاریخی طوفان الاقصا مرهون مجاهدات ها و تلاش های هاش بوده که دستاورت ها و عملیات رو در زمره یکی از انتقام های مقاومت از حذف این فرمانده مقدس بوده. این عراجیف در حالیه که اون پیشتر در واکنش به به درک واسه شدن سید موسویی موسوی فرمانده ارشد سپاه در سوریه به سراحت گفته بود که اون عملیات یک از انتقام های محور مقاومت از اسرائیلی ها بوده عراجیف شریف واکنش این گروه در غزه رو برانگیخت و این گروه افراطی ضمن رد ادعای یاد شده در بیانیه گفتند ما بارها تکرار کردیم که انگیزه ها و دلایل این عملیات عمدتا به خاطر تهدیدها علیه مسجد الاقصی بوده این گروه افراتی که در فهرست سازمان های سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا است اراجیف این مردک را تکذیب کرد ارتش اسرائیل از آن زمان از راه زمین هوا و دریا نوار غذا رو به شدت مورد حمله قرار داده رمضان شریف سخنگوی سپاه در واکنشی به درک واصل شدن رزی موسوی در حمله متصب اسرائیل در سوریه مدعی شد جمهوری اسلامی پیش از این اتفاق افراد مرتبط با برنامه هسته خود از اسرائیل انتقام گرفته او ادعا کرده بود که به دلیل فضای بسته رسانه ای اسرائیلی های انتشار این اخبار رو نمیدن. سخنگوی سپا عملیات 7 اکتبر را یکی از انتقام های ایران از اسرائیل عنوان کرد. با اینکه جمهوری اسلامی یکی از مهمترین حامیان مالی و تسلیحاتی این گروه است، اما تا کنون ضمن اعلام حمایت از این گروه دخالت مستقیم در حمله اونها رو انکار کرده. رمضان شریف همچنین تاکید کرد که با کتلت کردن رزی موسوی از فرماندهان مهم سپاه در سوریه هیچ خلالی در معمولیت های مقابله با رژیم صهیونیستی پیش نخواهد آمد. او با تکید بر اینکه جمهوری اسلامی حق انتقام را برای خودش محفوظ میدونه گفته پاسخ ما با حضب شهید موسوی ترکیب از اقدام مستقیم و جبهه مقاومت خواهد بود. اسرائیل مسئولیت کتلت کردن رزی موسوی رو عهده نگرفته. به نوشته ارتش اسرائیل در به سوالی درباره حملات به حومه دمشق که منجر به از بین رفتن این فرماندهی سپاه شده گفته در مورد اخبار رسانه های خارجی اظهار نظر نمیکنه البته که نام محسا در تاریخ سیاه کشورمان جاودانه خواهد ماند مانند اولین کسی که در ایران بعد از انقلاب به دست آخوندها از بین رفت و هنوز نامی از او در جایی درج نشده یا مثلا سیمون فرزامی سردبیر روزنامه فرانسوی ژورنال دو تهران که در آذر 59 به اسم جاسوسی ولی در اصل به خاطر یهودی بودن اعدام شد و نامی از او امروز در یادها نمانده ولی قطعا در تاریخ ایران ثبت و بارها تکرار خواهد شد اما مردم ایران و جهان این نامها را بنا به طبیعت بشری مدتی به یاد خواهند داشت ولی دو سه سال از واقعی که گذشت آنها را به دست فراموشی خواهند سپرد مرگ دلخراش محسا موجب به وجود آمدن حرکتی اعتراضی و سرسری علیه حکومت نکبت در ایران و جهان شد که با تمام شکوه و عظمتش بیش از یک سال دوام نیاورد آن هم به خاطر نداشتن اپوزیسیون واقعی و سیاست فهم که از همان روز آغاز حرکت های اعتراضی به جای منسجم کردن خود و ملت شروع به تقسیم غنایم آتی کردند و به خاطر اسم در کردن و گرفتن فاند و نام کردی بر روی حرکت محسا گذاشتن همه چیز را به گند و ابتزال کشیدند. حالا با پاک کردن تصاویر محسا از روی هواپیمای آرژانتینی که حامل کمک به غزه بود شاهد پاک شدن و تمام شدن موضوع محسا به شکل واقعی هستیم. دیگر نه خبری از رژه دخترکان مدل و موی قیچی زدن هستیم نه دعوا سر اسم این عزیز محسا بود یا ژینا نه شاهد چسباندن تکه های مو به پیکان هستیم نه اظهار نظرهای دوزاری که این دوی ماراتون است و نه دوی صد متر اکنون دیگر نه از راهپیمای صد هزار نفره برلین از سری مانده نه از جیغ کردن ها و شیمانیو گفتن به مثلا مسئولان کشور کانادا و ایجاد رسوایی در حدی که باعث شد مقامی عالی رتبه از کانادا که به خاطر جنبش مردم ایران در جمع ایرانی ها حضور یافته بود به خاطر اهانت به او و کشورش سالن را ترک کند حالا باید به خانوم ها و آقایان فرصت طلب گفت بفرمایید تحویل بگیرید وقتی تصویر محسا را از روی هواپیما پاک می کنند در از تصویر از بین رفتن فجیع او را از اسهان بینون پاک کردند. خارجی هایی که صادقانه و با تمام وجود از مردم ایران و دختران ما حمایت می کردند، امروز همه به کار و زندگی خود مشغولند و ما ملتی هستیم بدبخت و بدون پشتیبان در جهان. حالا نام مسا را ژینا کنید. در کنار شعار انگلیسی شعار کردی بنویسید. توی سر و کلی هم بکوبید. انشاالله حکومت نکبت همینجوری خود به خود سرنگون خواهد شد و شما در حکومت آینده مقام وزارت و وکالت خواهید گرفت یا موفق به جدا کردن تکه های از ایران خواهید شد بله به هدفتان خواهید رسید اما در آینده خیلی آینده احمد زیدابادی تحلیلگر سیاسی در روزنامه گفته وزیر دفاع اسرائیل در گزارشی به اعضای پارلمان از ایران به عنوان یکی از هفت جبهه درگیر با اسرائیل نام برده او جنگ در نوار غزه رو طولانی و سخت و بسیار پرهزینه توصیف کرده اما در این حال اون رو نسبت به هزینه بیشتری که میتونه به دنبال داشته باشه موجه قلم داد کرده گفته اسرائیلی ها با مشاهده شبکه تونل های این گروه و افزایش از بین رفتن نظامیان خود در مقابل با نیروهای سنگر گرفته در آنها حتی از آن بیم پیدا کردند که نکنه لبنان خارج از دید و اطلاعات اونها شبکه مشابه یا پیچیده تری از تونل ها رو در مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان هفت کرده و منتظر فرصت مناسبیه تا عملیات شبیه عملیات 7 اکتبر را به اجرا در بیاره از این زاویه اسرائیل هر حرکتی در سطح جهان و منطقه رو برای توقف جنگ و آتش بس دائمی به زیان خود و به سود این گروه و ابقای بخشی از شبکه تونل های اون به حساب میاره و در صدد مقابله با اون برمیاد. در حقیقت تنها طرفی که به طور مشروط اما علنی از ادامه این نبرد تا کامل امکانات نظامی و اداری حمایت میکنه دولت آمریکا است. از نگاه اسرائیلی ها جمهوری اسلامی گرچه خود رو از خط رو رویارویی مستقیم کنار کشیده اما همه توان متحدان منطقه ایش رو برای تحمیل آتش پس فوریو دایمی به اسرائیل بسیج کرده و به کار گرفته. به همین دلیل اونا از طریق حضب رزموسوی موسوی در صدد ارسال این پیام به تهران برآمدن که ترغیب متحدان منطقه ای برای اجبار اسرائیل به توقف مرز مشخصی با روی روی مستقیم نداره. بدین ترتیب در سایه تداوم این نبرد در نوار غزه فراگیر شدن شعله های اون نیز به عنوان امکانی بالقوه یک گام به پیش رفته.